خدا. سلام و صبح بخیر خدمت همه دوستان گرامی. اجازه بدید من خودم معرفی بکنم. من مهدی مهران فرید هستم. امروز از طرف مجموعه فناوران آنیسا و مؤسسه LPI کانادا لینوکس پروفشنال اینستیتو در خدمتتون خواهم بود. صدام خوب میاد؟ منم مثل همه دوستان نیم ساعت وقت دارم که خدمتتون باشم. حالا خیلی از دوستان رو دوباره داریم زیارت میکنیم، دوستان خوبمون رو تو این به اصطلاح همایش خیلی خوشحالیم، دوستان جدیدی هم داریم ببینیم و باز خوشحالیم که خدمت این دوستان هم هستیم. وقت کم اجازه برام سراغ اصل مطالب. امروز میخوام در مورد کار فرصت شغلی لینوکس مقداری صحبت کنم، بعد در رابطه با آموزش های لینوکس و عرض به خدمت شما که در نهایت سرتیفیکیشن های بین المللی لینوکس. یه سری خبر خوب دارم برای لینوکسی ها که این اخباری که دارم خدمتتون عرض میکنم از دو تا مرجع بین المللیه. یکی لینوکس فاندیشنه که شاید اکثر بچه‌ای که اینجا هستن علاقه من به اوپن سورس هستن و دیگه احتیاجی به اصطلاح معرفی لینوکس فاندیشن نیست، فقط میدونیم هممون بنیادیه که به صورت غیر انتفاعی داره کار میکنه رو بحث ساپورت لینوکس و پروژه های اوپن سورس. یه مرجع دیگه هم که سعی کردم ازش استفاده کنم مرجع دایس، یکی از مجموعه هایی که توی دنیا خیلی فعال هستش رو بحث مطالعه تو حوزه کار و کاریابی و فرصت های شغلی. یه به اصطلاح ریسرچ اینا با هم انجام دادن توی سال 2015، مارچ 2015، تقریبا فکر کنم 6 ماه پیش میشه، اومدن روی 1000 تا مدیری که به اصطلاح دارن متخصص های لینوکسی رو استخدام میکنن، یه سری به اصطلاح پرسشنامه رو بهشون ارائه کردن، یه سری آمارا رو درآوردن و 3600 نفر از متخصص های لینوکس و اوپن سورس در نهایت به این نتیجه رسیدن که اون روند سعودی به اصطلاح مارکت لینوکس وجود داره و هیچ جایی یا هیچ حوزه‌ای هیچ نشانی از کاهش این سرعت روند سعودی نبوده خوشبختانه. این به اصطلاح تحقیقی که انجام شده یه سری نکته ها ازش هایلایت شده که من سعی کردم خیلی مختصر مفید اونها رو بیان کنم و بعد به بقیه قضایا بپردازیم که نشون بدیم که چقدر اوضاع کار لینوکس توی ایران و توی دنیا داغ و به اصطلاح چه جاب آفر خوبی هم وجود داره. تحقیقی که انجام شده روی مدیران همه اذعان داشتن که تو 6 ماه آینده درخواست اینو دارن که یک نیرو یا چندین نیروی لینوکسی رو استخدام بکنن. حالا این نیرلی که اینجا نوشتن 97% مدیرانی که ارشد هستن و توی دنیا دارن کار میکنن همشون به صلاح این نیروی لینوکسی میخواستن. که این تحقیق هم روی شرکت‌های بزرگ بوده هم شرکت‌های SMB که اسمال سایز و مید رنج بودن انجام شده. یکی از علت‌هایی که بازار کار لینوکس تو سال 2015 باز خیلی خوب پیشرفت کرده بحث کلاود کامپیوتینگ بوده و رایانش ابری که با بیشتر این پروژه هم با محوریت اوپن استک و کلاود استک بوده که خودش باعث شده مارکت لینوکس پیشرفت کنه بیشتر و یکی از علت‌هایی هم شاید بوده که ما خودمونم توی مجموعه اون دوره‌های تخصصی کلاود رو آوردیم استارت زدیم. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که به این نتیجه رسیدن که اون کسایی که تو بحث لینوکس سرتیفای هستن خیلی خوب تونستن موقعیت‌های بهتری از لحاظ کاری کسب کنن که باز خوش به حال لینوکسی ها و خوش به حال اونایی که سرتیفیکیشن های بین‌المللی دارن و یه مرجع معتبری توی دنیا، حالا LPI باشه، ریتات باشه یا هر جای دیگه باشه، ناول باشه، اونا رو اومده چیکار کرده، ساین کرده و به اصطلاح دیگه رزومه هاشون پشت فایروالای HR نمونده و تونستن رزومه هاشون رو خیلی هایلایت کنن و جاب آفرهای خیلی بهتری رو بگیرن. نکات دیگه ای که هستش کارفرمایا خیلی مشتاق‌تر و تشنه‌تر هم باز لینوکس منا رو، اونایی که استعداد لینوکس دارن رو استخدام کنن و 37% اون کسایی که باهاشون به عنوان لینوکس پروفشنال مصاحبه انجام شده گفتن که خیلی جاب آفرهای خوبی دارن از لحاظ اینکه خیلی تایم کاریشون چیه فلکسیبله و اینکه خیلی هم اکثرشون هم تونستن که یه کاری انجام بدن که به صورت ریموت هم بتونن کار کنن.
ریموت کار کردن خیلی خوبه، به خاطر اینکه خیلی از ما وقتی ریموت کار میکنیم تو جاهای مختلف هستیم. من خودم تقریبا 3 سال مدیر ارتباط بین اپراتورهای مجموعه MTN ایرانسل بودم با اپراتورهای داخلی و اینترنشنال، ولی تقریبا 1 سال بود که من هیچکی ندیده بودم، به خاطر که من اصلا اونجا مراجعه نمی‌کردم، همه کارامون ریموت انجام می‌شد. و قضیه هم که وجود داشت این بودش که ما طبق یه سرویس لول اگریمنت سرویس میدادیم و وقتی که KPI ما اونجا به اصطلاح سبز بود کاری با ما نداشتم، میگفتم شما جزو بهترین تیم ها هستید، کارم داره انجام میشه، همین که اینجا نیستید ما خیلی خوشحالیم. چون اگه ما اونجا بودیم کلی ازشون ریسورس میگرفتیم، کلی بعد پذیرایی میکردم، فضا اختصاص میدادم و ایشوهای دیگه ای که خودتون بهتر میدونید. پس این ریموت کار کردن هم خیلی حسن بزرگی بوده که اکثر لینوکس منها و حالا اوپن سورس ها این قضیه رو داشتن. یه سه کوچیک هم بگم، باز کوچولو خودم تعریف کنم. یادم با دوستانی که کار میکردیم تو MTM تقریبا یه خوبه شرکت بزرگ اینترنشنال مولتی وندوره. این شرکت مولتی وندور تقریبا 30 تا 40 تا وندور بین المللی از شرکت خیلی بزرگ که حالا اسم همشون اکثرا هم شنیدین اونجا کار میکردن، ولی تیم ما که یه تیم خیلی کوچیکتری بود با اینکه پروژه‌مون هم پروژه بزرگی بود، رونیو خیلی وحشتناکی در روز برای این اپراتور داشت. قضیه به این صورت بودش که به مدت 3 سال هر ماه تیم ما بهترین تیم بین تیم‌های اینترنشنال بود، به خاطر اینکه ما تیمی بودیم که اوپن سورسی بودیم و بیشتر از سیستم عامل لینوکس استفاده میکردیم و تمام کارهامون اتوماتیک انجام میشد. هر ماه بهترین تیم بودیم ولی همه هم تو مجموعه در نهایت کمتر کار میکردیم، به خاطر اینکه یه بار زحمتمون رو کشیده بودیم، همه پروسامون رو اتوماتیک کرده بودیم و در نهایت داشتیم برداشتمون رو انجام میدادیم. عرض به خدمت شما که آمار دیگه ای که هستش اینه که 36% باز متخصصان اعلام کردن که افزایش سالری داشتن و افزایش سالریشون هم خیلی بیشتر از کسایی بوده که به اصطلاح توی قسمت‌های دیگه سازمان کار می‌کرد. البته این به این معنا نیست که حالا فردا خیلی دوستان که دارن کار می‌کنن توی مجموعه‌هاشون برن به مدیرانشون بگن که ما افزایش سالری می‌خوایم به خاطر اینکه لینوکس من هستیم. ما باید خودمون بیزینس رو دیولپ کنیم. وقتی که بیزینس شکل گرفت، به سوددهی رسید، حالا درخواست افزایش حالا حقوق و مسائل دیگه مزایا رو داشته باشیم. ما هستیم که کار رو میسازیم، کار انجام میدیم. 72% هم کسایی که باز بررسی روشون انجام شده اومدن گفتن که تو 6 ماه گذشته حداقل یه دونه کال داشتن برای به اصطلاح یه آفر شغلی جدید، یه کار، یه پیشنهاد شغلی جدید. و 28% اونا اومدن گفتن که ما تو 6 ماه گذشته بیشتر از 6 تا تماس کاری موفق و درخواست پروژه داشتیم. خب البته طبیعتا نشون میده که این 28% که تماس های کاریشون بیشتره کسی هستن که به نظر من تو سطح سینیور لول دارن کار میکنن و فقط یه ادمین یا اپراتور ساده لینوکس نیستن. و نکته که دارم خدمتتون اشاره میکنم، واقعا ما توی ایران داریم میبینیم، ما توی مجموعه فناورن آنیسا که خدمت دوستامون هستیم تقریبا شاید با 300 تا سازمان دولتی و غیر دولتی داریم کار میکنیم، از نهاد محترم ریاست جمهوری تا تمام اپراتورها تا تمام بانک ها، وزارت ارتباط فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و حالا جاهای خیلی خصوصی مثل ISP ها، شاتل، رایتل، عرض به خدمت شما و خیلی خیلی جاهای دیگه که خدمتشون هستیم. واقعا نیازه هست، متخصص خیلی کمه و بازار فوق العاده بکری داره لینوکس که من بی برو برگرد به همه کسایی که تو IT مخصوصا میخوام وارد شن سفارش نمی کنم، خیلی جدی بهشون میگم که حتما واسه شون یه الزامی باشه، حالا چه داخلی چه خارجی، که به سمت سیستم های متباز و لینوکس بیان. لینوکس یه سیستم عامل پلتفرم، شما هر کاری بخواید بکنید تو بحث اوپن سورس بهش احتیاج دارید. بعضیا میان سراغ بحث دیتابیس میخوان برن، لینوکس بهترین پلتفرم میتونه باشه برای هاست کردن دیتابیس شما. سراغ بحث وایس اوور IP بخواید بریم، باز لینوکس پلتفرم. سراغ بحث شبکه، لینوکس پلتفرم. ویرچوالیزیشن، کلاسترینگ، کلاود کامپیوتینگ، همه اینا لینوکس به عنوان بهترین پلتفرمیه که شما میتونید استفاده کنید. و به قول یکی از جمله هایی که یکی از شعارهایی که لینوکس فاندیشن داره میگه که لینوکس is everywhere in IT. یعنی شما اگه بخواید IT من باشید در نهایت هر مسیری که برید، حالا بعضی وقتا ما مسیرهای مختلفی هم میریم، ولی در نهایت باید این لینوکس رو یاد بگیرید، چون هر کاری بخواید انجام بدید تو محیط انترپرایز، بخواید بحث امنیت و بحث
مقیاس پذیری و بحث پرفورمنس رو داشته باشید، مجبورید به سمت لینوکس مهاجرت کنید. ما خودم معمولا سر به اصطلاح دوره‌ها و کلاس‌هایی که داریم، خیلی از دوستان داریم که مایکروسافت کار هستن. نمیگیم مایکروسافت خوب یا بد، البته تو این جشن خیلی خوب میشه گفت مایکروسافت چیز خوبی نیست، ولی قضیه که هستش اینه که ما همیشه میگیم هر چیزی بنا به نیاز باید استفاده کنیم، که اکثر تو محیط انترپرایز ما به سمت سیستم لینوکسی بیایم. قضیه که ما خیلی دوستانی داریم که 10 سال چندین سال مثلا مایکروسافت کار هستن، ولی وقتی که میان تو محیط انترپرایز کار میکنن میبینن که مایکروسافت از لحاظ امنیت و پرفورمنس به هیچ وجه پاسخگوشون نیست و مجبورن دوباره بیان به اصطلاح لینوکس یاد بگیرن. بعضیشون خیلی ناراحتن به خاطر اینکه میگن ما این تجربه رو داریم، این زمانی که گذاشتیم رو مایکروسافت و الان باید دوباره بیایم به اصطلاح لینوکس یاد بگیریم. من همیشه بهشون میگم شما نگران نباشید، به خاطر اینکه شما میتونید لینوکس رو یاد بگیرید و گرایشی انتخاب کنید به اسم میکس انوایرمنت. میکس انوایرمنت یعنی چی؟ یعنی کلابریشن بین سیستم های ویندوزی و لینوکسی، ارتباط بین سیستم های ویندوزی و لینوکسی. خیلی از سازمان هایی که ما الان داریم، خیلی سروراشون لینوکسیه، خیلی هاشون ویندوزیه، و بعضی بچه‌ها هم رفتن سری هم بی اس تی کردن، خلاصا همه چی قاطی پاتی شده. یکی سیو میخوایم که هم آرکیتکچر مایکروسافت بلد باشه، هم آرکیتکچر لینوکس بلد باشه، که بتونه قشنگ سازمانو بیاد مهاجرت بده به سیستم های لینوکسی، که باز هم اهدافی که ما داریم رو بهش برسونم. بحثایی که عرض کردم خدمتتون، پرفورمنس و چیزای دیگه. شما 42% مدیران اومدن گفتن که ما کسایی که میخوایم استخدام کنیم رو بحث سیستم عامل لینوکس و اوپن سورس، واسه همون خیلی مهمه که دانش اوپن استک و کلاود استک هم داشته باشن. اوکی، ما باید آرکیتکچر کلاود رو بدونیم. ممکنه شما بخواید توی محیط هایبرید کار کنید، حالا پرایوت کلاود در باشه، ولی خب اوپن استک و کلاود استک، مخصوصا خود اوپن استک مارکت به اصطلاح کلاود رو داره و خیلی هم فلکسیبل، رو پلتفرم های مختلف با هایپروایزر های مختلف هم میتونه بیا چی بشه، سوار بشه. باز 49% لینوکس پروفشنال ها متخصص ها اذعان داشتن که خود بحث کلاود هم باعث شده که مارکت لینوکس گسترش پیدا کنه و روز به روز قضایش داختر بشه. و دوباره اشاره کنیم که لینوکس سرتیفاید ها بردن و باز بردنشون چیه؟ ادامه داره، چون یک مرجعی وقتی ما ساین کنه خیلی به نظر من بهتر است. این آماریه که دایس داره میده. 44% مدیران گفته ما میخوایم کسایی بیم استخدام کنیم که لینوکس سرتیفیکیشن دارن، و 54% اونها گفتن حالا سرتیفیکیشن های دیگه هم داشته باشن یا فورمال ترینینگ ها رو گذرونده باشن هم برای ما خوبه. و مخصوصا سیسادمینا الان مارکت خیلی خوبی دارن، دیولپمنت هم تو ایران خیلی داغ شده، مخصوصا موقعی که ما تحریم رو داشتیم. به اصطلاح خیلی شرکت هایی که ما مثلا کار میکردیم تو بحث تلکام بودن، تو بحث مثلا نفت بودن، نفت و گاز بودن و داستانه دیگه، اپلیکیشن‌های خاص خودشون رو داشتن. وقتی که ما تحریم شدیم، حتی با اینکه اینا هزینه هاشون رو بعضی جلو جلو دریافت کرده بودن، حتی جواب ایمیل ما رو نمیدادن که آقا شما تحریم هستی و دیگه ساپورتتون نمی‌کنی. اپلیکیشن‌ها کروس سورس بود، خیلی هم بیزینس کریتیکالی بود، تغییر دادن تو اون سیستم‌ها خیلی سخت بود. ولی خب حالا ما بعضی وقتا با یه سری پری پروسس‌ها و پست پروسس‌هایی که مثلا اسکریپت نویسی می‌کردیم مشکلات رو حل می‌کردیم. وقتی که خودمون میومدیم دست به کار می‌شدیم، میومدیم دیولپمنت انجام میدادیم، میدیدیم اون انجینی هم که اون وسط وجود داره خیلی چیز اپتیمایز نیست. اگه خودمون می‌نوشتیم خیلی بهتر بوده. یکم دیولپ تو ایران کم بوده، به خاطر اینکه ما همیشه خیلی همون بیشتر رفتم سیستم کلوز سورس استفاده کردیم، و هر جا که تو هر کشوری کلوز سورس ها وارد شدن به صلاح دیولپمنت تو اون کشور ضعیف شده. اما خیلی از کشورهایی که میبینید مثل روسیه، مثل برزیل، مثل آمریکا و انگلیس و خیلی کشورهای دیگه که تو حوزه آی تی مثل هند، حالا که حالا خیلی هم حالا نظام تو آی تی قوی نیستن، حالا به نسبت محصول دارن، میبینید که اونجا بازار اوپن سورس خیلی داغ‌تره و مخصوصا دولت ها هم خیلی به بحث اوپن سورس پرداختن، چون میخوان خودشون تولید کننده باشن. ولی داستانای دیگه. یه نکته خیلی خوبی که وجود داره اینه که 38% مدیران گفتن که ما خیلی دوست داریم که امپلویامون بیان دوره ببینن و در نهایت سرتیفیکیشن رو بگیرن، و خودمون هم حاضریم که هزینه رو پرداخت کنه، و این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم. یعنی خیلی از سازمان‌ها پرداختشون رو انجام میدن برای که متخصص‌های آی تی و مخصوصا لینوکس داشته باشن، که بتونن متخصصا رو خودشون پرورش بدن و تو پروژه هاشون استفاده کنن. میگم دقیقاً تمام این آمارای بین‌المللی من داشتم بررسی می‌کردم، می‌دیدم حتی وقتی خیلی این قضیه تو ایران داغ‌تر هم هست، و میگم بعد از بحث تحریم خیلی بحث اوپن سورس داغ‌تر شده، چون ایشوهای خیلی زیادی واسه ما به وجود آورده بود.
یه نکته دیگه هم که وجود داره برای لینوکس مانا، بررسی که شده لینوکس فقط به عنوان یک کریر و یه شغل و یه حرفه نبوده، بلکه لینوکس به اصطلاح یه شور و اشتیاقی بوده که اینها توی کارشون داشتن ازش استفاده میکردن و توی زندگی این شور و اشتیاقه باعث شده که مرتب به سمت جلو گام بردارن. خود من به عنوان لینوکس مانی که از سال 82 اگه اشتباه نکنم با یه مثل خیلی های دیگه با یه سی دی اوبونتو آلوده لینوکس شدم، خیلی لذت میبرم که الان تو بحث اوپن سورس و لینوکس دارم کار میکنم. همه لینوکسی ها خودتون اکثرتون لینوکسی هستید میبینید. حالا من یه آمار کلی در رابطه با به اصطلاح بازار و کسب و کار لینوکس خواستم بدم. ببخشید که مختصر مفید به خاطر وقت. میخوام معرفی کنم یه کمپانی به اسم LPI Linux Professional Institute کانادا. فکر کنم LPI رو بشناسید. کیا LPI میشناسن؟ دستشون میتونم ببرم بالا. تقریبا عالی. همه تقریبا میشناسن. عالی، بسیار عالی. LPI بزرگترین مؤسسه‌ای که تو دنیا داره رو بحث آموزش‌های تخصصی لینوکس و ارائه مدارک بین‌المللی لینوکس داره کار می‌کنه. یه سری سرفصل‌های استاندارد داره تدوین می‌کنه که این سرفصل‌ها به اصطلاح سرفصل‌هایی هستن که خود LPI فقط تدوین نمی‌کنه. LPI تو صنعت میاد با پارتنرهایی که تو صنعت داره، مثل اوراکل، مثل IBM، مثل خود کمپانی ناول که شرکت‌های بزرگ تو صنعت اوپن سورس و لینوکس هم هستن و حالا محصولات کلوز سورس هم احیانا بعضیشون دارن، با اونا میاد مارکت دنیا رو بررسی میکنه و یه سری سرفصل‌ها رو تدوین میکنه که فورس میکنه اتورایز ترنینگ پارتنرهاشو توی سراسر دنیا و مدرسای بین‌المللیشو که طبق سرفصل‌های LPI آموزش‌های استاندارد به همه معرفی بکنه. LPI غیر سرفصل‌ها سرتیفیکیشن‌هاش هم ارائه میکنه که سرتیفیکیشن‌های LPI الان خیلی مخصوصاً با پس شاید 7 8 سال پیش که ما LPI توی ایران آوردیم و به صورت رسمی الان داره LPI کار میکنه، شاید کسی خیلی LPI و مدارک LPI سی رو نمیشناخت. حالا الان هر جا که نگاه میکنه لینوکس ادمنستراتور میخوان، حالا اگه کسی سرتیفاید و به اصطلاح سرتیفای خود LPI نخوان، میگن کسی که دانش در حد LPK 1 LPK 2 یا LPK 3 داشته باشه. یعنی خیلی مباحث جذابی بوده. کمپانی ها میخوان کسایی که میان ترین میشن طبق اون سرفصل های استاندارد و بین‌المللی LPI ترین بشن. LPI کتاب و این داستان ها نداره، اما کمپانی های مثل اورلی، مثل سایبکس، مثل خود IBM واسهش داکیومنت و متریال جنریت کردن که مورد تایید LPI هم هست و ما توی کلاس های بین‌المللی LPI عرض به خدمت شما که از مباحث و این سرفصل‌ها و متریال‌ها داریم استفاده می‌کنیم. قضیه هم که هست خوشبختانه خیلی از دوستان می‌پرسن LPI مگه ایران تحریم نیستش؟ چطور LPI تو این چند سال تو ایران داره کار می‌کنه؟ ما خیلی تلاش کردیم کمپانی‌های دیگه مثل اوبونتو و مثل رد هات و کسای دیگر هم بیاریم، واقعا مسئله تحریم اجازه نمی‌داد، اما LPI تونستیم تو ایران بیاریم. و قضیه هم که هستش اینه که LPI چون محصول نداره و به اصطلاح مثلا اوبونتو نیست که محصول داشته باشه، مثلا رد هات نیست که محصول داشته باشه، فقط آموزش هست، شامل قوانین تحریم خدا رو شکر توی کانادا نشده و به صورت رسمی توی ایران چندین سال هست ما باهاش داریم کار میکنیم. LPI ما هر ماه تو مجموعه فناورنا آنیسا، خانه لینوکس ایران، حالا خانه خود دوستان هستش، آزمون‌های بین‌المللی LPI داریم برگزار می‌کنیم. این آزمون‌ها به صورت کاملا شیت و کاغذی هستش. مثلا اگه شما بخواید آزمون LPK 1 رو سرتیفای بشید، دو تا دفترچه بهتون داده میشه، دفترچه 101، دفترچه 102. وقتی که جفت اینا رو پاس کردیم 60 سوال رایتینگ نوشتنی و ایسای داره، یه آنسر شیتی بهتون داده میشه و یه ورقه چک نویس زرد رنگ. امتحاناتون به صورت رسمی توی ایران میدیم. ما تو امتحان فقط برگزار کننده هستیم، اصلا نمیگیم اگه سوالا سخت بود دفعه بعد آسون بفرستیم واسه ما این داستانا. پکیج میشه خود LPI، بعد دو هفته سه هفته به دستشون میرسه، تصحیح میکنه، ایمیل میزنه و خوشبختانه مدرکش رو به صورت به صلاح کاغذی واسهتون ارسال میکنه که حالا پست ایران میاد مدرک یه وقتایی میندازه میره. میخوام خیلی از سرتیفیکیشنه که گرفتم مثلا یه پارکینگ یه دونه گربه روش خوابیده رفته، گربه رو پیش کردم به صلاح گربه رفته سرتیفیکیشنمو برداشتم. حالا پستش خیلی پست سفارشی نیست، ولی یه وقتایی شده بعضی از مدارک به دست بچه‌ها نرسه. خیلی گهگدار LPI دوباره مدارک رو ارسال کرده و مدارک کاغذی به دست دوستامو رسیده. یه خبر خیلی خوب بدم. LPK 1 اولین کورس بین‌المللی LPI کورس سیستمه. یعنی شما رو آماده میکنه به عنوان یه لینوکس اپراتور، یه لینوکس ادمنستراتور وارد شید و به اصطلاح با سیستم‌های لینوکس کار کنه. نمونه سرتیفیکیشنش رو LPK 1 رو ما اینجا گذاشتیم که خود تورنتو کانادا ارسال میشه. یه داستان خیلی خوبی که وجود داره این هستش.
بچه ها ناول معصف کنم، کمپانی ناول آمریکا رو خیلیتون بشناسید. ناول کسیه که نسخه اوپن سورس رو داره هندل میکنه. یه اتفاق خیلی خوبی که میفته، هر دوستان هر ماه دارن امتحان میدن، غیر از این که حالا اونایی که سرتیفاید میشن، چون امتحان سختی، امتحان خیلی آسونی نیست، کسایی که ال پی 1 سرتیفاید میشن، مؤسسه ال پی آی مدرک ال پی آی سی 1 واسه شون ارسال میکنه. کسایی که عرض به خدمت شما که ال پی کو سرتیفاید میشن، ناول میگه اینقدر سرفصل ال پی آی استاندارده که من مدرک ناول سرتیفاید لینوکس ادمنستریتور یا سوز سرتیفاید لینوکس ادمنستریتور رو به صورت افتخاری واسش میفرستم. و الان دقیقاً یک تیر دقیقاً دو نشون هستش. قضیه به این صورته که بچه‌ای که میان سرتیفاید میشن، یه مدرک از ال پی آی کانادا و یه مدرک هم از ناول آمریکا رو به صورت افتخاری دریافت میکنن، واسه تو ایونت هم ثبت میکنن، یعنی انگار که شما رفتی امتحان دادید. این قدرت به اصطلاح سرفصل‌ها و مدرک معتبر ال پی آی تو دنیا نشون میده. و یکی از پارامترهایی که این خیلی مهم شده ال پی آی، به خاطر اینکه وندور بیس نیست، یعنی به هیچ نسخه لینوکسی وابستگی نداره. حالا یه سری سامپل سرتیفیکیشن ال پی 2 ال پی 3 و داستانای دیگه است که کم اسلایدر سریع‌تر میرم. معرفی هم غیر از ال پی آی معرفی داشته باشم در مورد شرکت فناوران آنیسا، مجموعه‌ای که خود من به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خدمت دوستانم همیشه بودیم. مجموعه فناوران آنیسا تخصصی ترین مجموعه‌ای که توی ایران رو بحث آموزش‌های تخصصی لینوکس داره کار میکنه و مثل مؤسسات دیگه مؤسسه ای نیست که حالا مایکروسافت داشته باشه، سیسکو داشته باشه و هزار تا دوره دیگه. ما هدفمون رو گذاشتیم که اوپن سورس رو نشر بدیم و تنها مجموعه‌ای هستیم که توی ایران به اصطلاح داریم که دوره‌های تخصصی لینوکس و فوق تخصصی رو برگزار می‌کنه و سایر دوره‌های فقط اوپن سورسی. فناوران آنیسا 8 ساله که فعالیتش رو تو این حوزه خیلی جدی داره پیگیری می‌کنه. بیشتر از 350 تا مشتری انترپرایز داره توی ایران و حالا خارج از ایران. اولین نماینده رسمی اوتورایزد ترینگ پارتنر ال پی آی هستش، مدرسایی که اصلا مدرسای رسمی هستن. و عرض به خدمت شما تو این چند سال شاید ما بیشتر از 5000 لینوکس ادمنستریتور افتخار میکنم که تربیت کردیم و خیلیشون به مدارک و مدارج حتی ال پی که 3 هم رسیدن. که حالا نمیدونم میدونید، شاید خیلی از کشورها، خیلی از کمپانی‌ها دوره‌های ال پی که 3 رو به هیچ وجه برگزار نمی‌کنن و توی منطقه خودمون برگزار نمیشه. فناوران آنیسا اولین مجموعه‌ای که این قدرت رو داره که دوره‌های سینیور لول ال پی 3 هم با کیفیت بالایی برگزار کنه و خدمت دوستان بشه. دوره‌هایی که ما داریم دوره لینوکس اسنشیال هستش حالا و دوره‌های دیگه لینوکسی که من فکر کنم دونه دونه اگه اسلاید دیگه برام توضیح بدم بهتر بشه. یه دوره هست لینوکس اسنشیال، لینوکس مقدماتی. دوره لینوکس اسنشیال برای کسایی که میخوان لینوکس رو تازه شروع کنن. ما معمولا بیشتر به دوستای پیشنهاد میکنیم که اصلا آی‌تی من نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه ما خیلی دانشجو خود من داشتم که آی‌تی من نبودم و میخوام با لینوکس کار کنم. رشته‌شون بیولوژیه. رشته‌شون شیلات هستش. میان به اصطلاح میخوان با اپلیکیشن های اوپن سورس کار کنن که تو حوزه فوق لیسانس و فوق دکتراشون باید بس اوپن سورس باشه درگیرشن. پس مجبورن لینوکس رو یاد بگیرن که بتونن کارهای تخصصی مثلا پردازش ژن ها و بحث های مربوط به ژنتیک رو انجام بدن. اونا حتما با لینوکس اسنشیال رو بگذرن. همین لینوکس همه جا داره کاربردش رو نشون میده، چه تو بحث های امبدد و خیلی رشته های دیگه. من وقتی همه یه دانشجویی دارم اسم آقای دکتر فرواد امامی که ایشون رشتهش اصلا شیلات بوده. بعد حالا ما خدمتش بودیم واسه دوره ال پی کی 1 با لینوکس علاقه من شدن که یاد بگیرن کاراشونو ببرن جلو. انقدر علاقه من شدن میگفتم آقای امامی بس ال پی فام بس اسکریپتینگ هم اومدی مثلا کفایت میکنه. ال پی کی 2 هم اومدن الان شبکه کار توی لینوکس هستن و ال پی کی 303 هم الان خدمتشون هستیم، یه به اصطلاح سینیور لول سکیوریتی ادمنستریتور هستن. و من یه اتفاق بعدی افتاد، گفتم آقای دکتر شما رو چیکار میگه؟ گفتم من رشتم عوض شد، من الان رشتم آی تی من هستم و توی دانشگاه دارم سرورهای لینوکسی رو مدیریت میکنم و تخصصم هم الان شده امنیت. حتی ما خیلی دوست داریم دوستایی که تو رشته خودشون هستن انقدر تشویق کنیم که سمت لینوکس بیان. مدرک دیگه ای که هستش مدرک به اصطلاح سرور ادمنستریشن ال پی آی ال پی کی 1، همون مدرکی که سوزه هم به صورت افتخاری مدرکش رو ارائه میکرد. حالا مباحثی هستش که مربوط به کور سیستم راه اندازی یه سرور، بحث شبکه و بحث نوشتن اسکریپت و داستانای دیگه همه توی کورس ال پی کی 1 هستش. کورس ال پی کی 2 کورس ادوانس ادمنستریتور، مباحث شبکه، مباحث مثل دی ان اس سرور، کی سرور، وب سرور، اف تی پی سرور، فایروال، ال اپ سرور، فایل شیرینگ و خیلی داستانای دیگه ما توی این کورس خواهیم داشت. عرض به خدمت شما و یه سری مباحث مربوط به ادوانس دیسک منیجمنت مثل قضیه رید و ال وی ام.
مثال میذارم، تو مایکروسافت ما یه فایل سیستم داریم، دیتا روش داریم. اگه بخوایم پارتیشن رو ریسایز کنیم، میایم شرینک میکنیم. تو لینوکس این کار نمیتونی انجام بدید مگر اینکه سیستمتون چیدمانش چی باشه؟ LVM باشه. حالا مباحث مربوط به شبکه و ادوانس دیسک منیجمنت تو کورس LPIC 2 بعد از این کورسای LPIC 3 رو داریم. یه بحث میکس انوایرمنت هستش، یه گرایشن اینه. حالا بعضی جاها اسم اینا رو بردن تو سایتشون گذاشتن، برگزار نمیکنن. و اینم بگم هر جایی غیر از مؤسسایی که به صلاح تو سایت LPI تایید شده هستن، اگر اسم LPI دارن استفاده میکنن، متاسفانه کار غیرقانونیه دارن انجام میدن. ولی متاسفانه ما باز تو کشور خودمون کپی رایت درست رعایت میشه و حتی متاسفانه ما کپی لفت رو هم رعایت نمیکنیم. آزادی نرم افزار تو ایران به صلاح و تمش واقعا چشی. یه بحثی که هستش میکس انوایرمنت اسپشیالیتی ان اینا. میکس انوایرمنت کلابریشن سیستم های ویندوزی و لینوکسیه. خیلی هم مارکت خیلی خوبی داره، خیلی هم سخته با حد نیست. بحث سکیوریتیه، تمام مباحث مربوط به نتورک سکیوریتی، اپریشن سکیوریتی، بحث های مربوط به مانیتورینگ. حالا آقای صورتگرم اینجا نشستن، استاد خوب ما جلو در تو مانیتورینگ خیلی جرأت نداریم صحبت کنیم، تو این کورس مطرح میشن. و بحثای عرض به خدمت شما ویرچوالیزیشن، های اویلیبیلیتی. سایر کورسایی هم که داریم، کورس اسکریپتینگ هست که به بحث اتومیت کردن پروسه ها میپردازه. و عرض به خدمت شما چه دیولپر باشی، چه تستر باشی، چه آنالیزور باشی، چه ممیز باشی، به این کورس خیلی به درد میخوره. کورس دیگه ای که فوق العاده با اساس داغ هست، بر اساس اوپن استک و کلاود استک هستش، به اصطلاح کلاود کامپیوتینگ. کورس لینوکس مانیتورینگ هم داریم. شما هر ادمنستراتوری باشی، هر چقدر فایروال قوی داشته باشی، باید حتما خوب سیستمتو مانیتور بکنی. و اینکه سیستمو خیلی خوب تیون کردم دلیل نمیشه که سیستمتو مانیتور نکنی، که بر اساس ناگیوس و زابیکس و کاکتی و مارتجی و زنوس هستش. بحث امبدد لینوکس هم داریم که حالا غیر از بورد رازبری ما همکاری داریم با شرکت سامان صنعت تاها، که بورد داخلی آرم بیس هستش که تولید شده، که خیلی جاهای مخالف ازش دارن استفاده میکنن. دوره‌های ما روی بحث به اصطلاح بورد آرم بیس هم هستش. آقای دکتر افشین خدمتتون هستیم. بحث پی اچ پروگرامینگ لامپ که جایی که لینوکس فوق العاده کاربرد داره. و بحث آس ریسک و حالا سایر کورسایی که وقت نمیشد من خدمتتون بگم. سر همه دوستان رو درد آوردیم. اگر کمکی تو بحث اوپن سورس و لینوکس باشه، مجموعه فناورانسا همیشه خدمت دوستان هست. ما هم یه مجموعه هستیم که یه جورایی کامیونیتی بیس داریم کار میکنیم، اوپن سورسی هستیم. امیدواریم که بتونیم قدمایی برداریم که تو بحث اوپن سورس به اصطلاح مناسب باشه و باعث بشه که شرکت ها به سمت اوپن سورس بیشتر برن، به خاطر اینکه کشور رو کمپانی ها میسازن و تکنولوژی ها، و بهتر اینجوری بگیم کمپانی ها رو تکنولوژی به اصطلاح تکنولوژی ها میسازن و تکنولوژی ها رو شماها میسازید که به اصطلاح بازوی اجرایی پروژه ها هستید. مرسی از توجهتون، ممنون، خدا نگهدار، متشکرم.